صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هموطنان بسیار گرامی، برادران و خواهران بسیار محترم، السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم همه شما با فامیل های محترمتان در لباس صحت و عافیت آراسته باشید و زندگی را با خوشی و موفقیت در چوکات هدایات خداوندی بگذرانید. با برنامه ایمان و تقوا خوش آمدید و صفا آوردید. برنامه این هفته درباره برگشت و رجوع به طرف خداوند متعال است و انشاءالله به صورت مشخص درباره چند آیت خاص قرآن عظیمشان صحبت میکنیم که همه انسانها را در آن خطاب کرده، آنهایی که هر نوع حد و حدود را شکستانده اند، از یک طرف برای آنها به صورت بسیار فوق‌العاده امیدواری میدهد و از طرف دیگر برایشان راه رجوع و برگشت را به صورت بسیار دقیق نشان میدهد. این آیات که در سوره زمر، سوره 39 قرآن عظیمشان، آیات 53 تا 59 می باشد. پیش از اینکه انشاءالله به صورت مفصل هر قسمت آن را تشریح کنیم، به صورت خلاصه در این آیات خداوند متعال دروازه برگشت، دروازه توبه را برای تمام گناهکاران، برای تمام کافران، منافقین و هر کسی که از هر نوع حد و حدود خداوند گذشته است باز می کند و به لحن بسیار لطف آمیز و به لحن بسیار پرمحبت آنها را اطمینان می دهد که از رحمت پروردگار خود ناامید نشوند و برایشان وعده می دهد که همه گناهانشان را او تعالی می بخشد. و بعد او تعالی راه توبه را، راه بازگشت را برایشان نشان می دهد که چطور به طرف او رجوع کنند، چطور تسلیم شوند، چطور به پیروی هدایات او بپردازند و برایشان همچنان گوشنرد میکند که هرچه زودتر این کار را بکنند، پیش از آن که وقت از وقت بگذره و باز افسوس نخورند و باز بهانه ها را پیش نکنند که در آن وقت باز خداوند برایشان حقایق تشریح میکنه و در پیش رویشان میگذاره که شما هر نوع چانس ها را از دست دادین و به اساس تکبر و غرور به این چانس ها توجه نکردین و بالاخره شما کاملا از حق بیگانه شدین، دور شدین. دیگه پیش از این که او برسه هرچه زودتر باید رجوع کنین، برگشت کنین. حالا بیای این آیات مبارکه در چند قسمت مختلف و جداگانه مورد توجه قرار بدیم تا خوبتر هر قسمت آن را درک کنیم. در قسمت اول این آیات خداوند متعال چنین می فرماید: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ترجمه این آیت مبارک چنین است: بگو ای بندگان من که به خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند ناامید نشوید که خداوند همه گناهان را می بخشد،
حقا که او بخشاینده مهربان است. در این آیت مبارک خداوند منان خطاب به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرده و برایش میگوید که به بنده های ما بگو، به تمام آن بنده های ما که هر نوع حد و حدود را شکستانده اند و به حق خود جفا کرده اند، ستم کرده اند. بله، به تمام چنین بنده ها، آنهایی که آنقدر زیاد گناه کرده اند که فکر میکنند دیگه هیچ امکانش نیست که برگشت کنند، آنهایی که فکر میکنند که آنقدر گناه کرده اند که دیگه خداوند بالایشان بسیار قهار است و هیچ امکان بخشش وجود ندارد، آنهایی که به نظرشان راه اسلام بسیار راه سخت و راه بسیار پرقیودات و مشکل معلوم می شود و ترس دارن، بر از آنها خداوند امیدواری می دهد. آنهایی که به خاطر زرق و برق دنیا، به خاطر مادیات از راه حق دور شده اند. آنهایی که تحت تأثیر تبلیغات دشمنان اسلام قرار گرفته اند و از اسلام دوری می کنند. آنهایی که اسلام به نظرشان یک دین کونه و قدیمی و یک رای غیر عملی معلوم می شود و از اطاعت و عبادت خداوند دور شدند. آنهایی که از اصل خود دور شدند، از رای طبیعی خود بیگانه شدند و به حق خود بسیار جفا کردند، بسیار ظلم کردند و خود را در راه تبایی و در راه بدبختی قرار دادند. بله، به تمام این اشخاص و باقی اشخاصی که ارنوه حد و حدود خداوند را شکستانده اند و به حق خود جفا کرده اند، خداوند متعال تمام اینها را خطاب کرده و برایشان این امیدواری فوق‌العاده را می دهد، برایشان این اطمینان بزرگ را می دهد که از رحمت او تعالی ناامید نشوند و برایشان برعلاوه وعده می دهد که تمام این سرکشی هایشان را، تمام این فسق و فسادشان را، تمام این خیانت هایشان را، تمام این کاکگی هایشان را که در گذشته کرده است خداوند می بخشد و آنها را دعوت می کند و برایشان اعلان می شود که راه او تعالی راه رحمت است، راه او تعالی راه سعادت است، راه خوشبختی و هدایت است، راه اسلام راه خشونت نیست، راه انتقام جویی نیست، راه ناامیدی نیست و آنها را دلجمی می دهد که دروازه رحمت او تعالی برویشان باز است، دروازه توبه و عفو باز است، دروازه ای که هیچ نوع دروازبان ندارد، دروازه ای که هیچ نوع اجازه خاص را ضرورت ندارد، دروازه ای که داخل شدن به آن به هیچ نوع واسطه و شفیع ضرورت ندارد، دروازه ای که برای داخل شدن به آن به هیچ نوع برگزاری مراسم ضرورت ندارد، دروازه ای که دخول آن خلاصه هیچ ممانعت ندارد. سبحان الله. دی اعلان خداوند، دی آیت مبارک بیشک هر کس میتواند ببیند و احساس کند که دریای رحمت پروردگار، دریای لطف بیکرانش موج میگیرد و شعای لطف نامحدودش بر بنده آیش میتابد و امکان هر نوع ناامیدی
و مایوسیت را از هر انسان دور می کند. او تعالی ذاتی که رحمتش بر غضبش پیشی گرفته، به لطف و رحمت خود وعده می کند که همه کسها را، همه چنین اشخاص را می بخشد. در قسمت دوم این آیات، در دو آیت بعدی خداوند متعال راه عفو و بخشش خود را بیان می کند که اکثرا متاسفانه این قسمت آیات یاد نمی شه و اکثر مردم به مو یک آیت اکتفا می کنند که خلاص دیگه هر چی که بکنیم و هر چی که می کنیم برو بکو، پروا نداره، خدا مهربان است، می بخشه. بله، بیشک که خداوند می بخشه، اما آیات بعدی این راه را تشریح می کنه که به چی اساس خداوند می بخشد و چی یک شخص باید بکند که چنین عفو عمومی را حاصل کند. بیایی که به این آیات بعدی گوش بدهیم که خداوند چی میگوید. و انیبو الى ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. ترجمه ای دو آیت مبارک چنین است: و به سوی پروردگارتان رجوع کنید، برگشت کنید و به او تسلیم شوید، پیش از آن که عذاب به سراغ شما بیاید و باز یاری داده نشوید. و از بهترین هدایاتی که از طرف پروردگار شما برای شما نازل شده است پیروی کنید، قبل از آن که به طور ناگهانی که هیچ فکر نمی کردید و عذاب به شما برسد. دی دو آیت بس مبارک، خداوند هادی راه عفو و شرایط بخشش خود را به سه قدم ذیل بیان می کند. اول این که به طرف او برگردید، یعنی دمی راهی که روان استین یک دفعه رویتان دور بتین، به می شکلی که زندگی می کنین یک دفعه خو سرش فکر کنین که امی راه شاید غلط باشه، دمی راه شاید من یک وقت پشیمان شوم، یک دفعه خو به طرف حق توجه کنین و به خود وقت بتین که روی تانه یک دفعه به طرف قرآن کریم، به طرف هدایات خداوند، به طرف گفته های پیغمبرش صلی الله علیه وسلم دور بدید و به خود یک چانس بدید که به طرف حق توجه کنید و به طرف آن یک حرکت کنین و یک کمی توجه کنین. و بعد از این که توجه کردین و حقیقت و حقانیت این راه را درک کردید و دانستید که راه خود شما چقدر راه غلط و راه نادرست بوده است، بعد از آن به خداوند متعال در قدم دوم تسلیم شوید. یعنی به معنای واقعی به او تسلیم شوید، دیگه با خداوند، با آیات او، با گفتار پیغمبرش دیگه جدل نکنین، گفتگو نکنین و راه خود را دیگه توجیه نکنین و از سرکشی و بی‌اطاعتی دیگه دست بکشین و
به صورت عملی به اوامر او، به اوامر خداوند متعال تسلیم شوید. بله، همین از قدم تسلیمی. و بعد از چنین تسلیمی که از نگاه فکری، ذهنی و قلبی به خداوند تسلیم شدین، در قدم سیوم به صورت عملی اقدام کنین و برای پیروی از هدایات او تعالی اقدام کنین و به اطاعت احکام، به اطاعت اوامر خداوند و پیغمبرش بپردازید و به عبادت او تعالی بپردازید. و من حیث یک مسلمان واقعی بعد از او زندگی کنین تا واقعا لذت ای هدایات را که برای سعادت شما آمده احساس کنین، تا ای که واقعا خوشی درونی برای تان پیدا شود، تا ای که زندگی برای تان واقعا پر معنا و پر مفهوم گردد و به جهت پاکی و سعادت و موفقیت حرکت کنید و زندگی کنید. بله، همین سه قدم برای بخشش هر نوع گناه و برای به دست آوردن عفو خداوند در این آیات مبارک تشریح شده و کافی است. البته یک قدم دیگر آن که در آیات دیگر قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم توضیح داده شده است که آن هم باید گرفته شود، و آن قدم این است که اگر حق کس دیگه در جمله گناهان شما تلف شده باشه و حق کس دیگه را یعنی خورده باشین، دیگه او حق از او را هم برگردانین، برشان بتین و از یعنی از اونا عفو بخواین و از اونا هم باید بخشش بخواین. در این مورد عفو گناهان و راه توبه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم رهبر حقیقی همه بشریت تا روز قیامت، هدایات بسیار زیبایی دارد و کلمات بسیار دلچسب و دلنشین را برای ما و شما ذکر کرده است که از آن جمله تنها به یکی دو سه آن اشاره مختصر می کنیم. در یک جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که اگر گناهان شما از زمین تا آسمان برسد، یعنی آنقدر گناه کنین که تا آسمان گناهایتان برسد، باز هم اگر به طرف او تعالی رجوع کنید، تمام گناه های شما بخشیده می شود. در دیگر جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که کسی که توبه کرد و تائب شد، یعنی از گناه توبه کرد پیش خداوند، و این مانند کسی است که گناهی را انجام نداده است. و در دیگه جای رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که تمام اولاد آدم، یعنی تمام انسان ها خطا می کنند، گناه می کنند، سهو و خطا می کنند، اما بهترین آنها کسانی هستند که توبه می کنند، رجوع می کنند به طرف پروردگار خود. یک نکته دیگر هم باید یادآور شویم که خداوند متعال در یک آیت دیگر به صورت بسیار زیبا در آخر سوره فرقان به کسانی که هر قدر گناه کرده اند بر علاوه وعده می دهد که اگر توبه مخلصانه بکنند، نه تنها که تمام گناهانشان را می بخشد، بلکه گناهانشان را به نیکی ها و حسنات تبدیل می کند. یعنی یک شخص امان قدر که گناه کرده، خطا کرده، به امو تعداد، به امو مقدار خداوند نیکی ها و حسنات برزی اشخاص می دهد و نوشته می کند. سبحان الله، سبحان الله. ولی در ای آیات همچنان خداوند متعال گوشنرد بسیار زیبا می کند و می گوید که هرچه زودتر شما اقدام کنید پیش از این که برای شما عذاب برسد، پیش از این که وقت از وقت بگذرد، پیش از این که این موقع طلایی
از دستتان بره. پیش ازی که وقت برسه که باز خبر مرگ برات داده شوه، پیش ازی که دفتن سرت وقایع بیایه که باز هیچ موقع توبه کردنم نداشته باشی، پیش ازی که خبرهایی را برات دکتر یا دیگرها بدهد که باز آن وقت بسیار ناوخت می باشد. خداوند متعال می گوید هرچی زودتر شما رجوع کنید و این قدم ها را بردارید. در دیگه جاهای قرآن کریم خداوند متعال به صورت بسیار دقیق تر می فرماید که و سارعوا الی مغفرت من ربکم، شما کوشش هایتان را به طرف بخشش و عفو پروردگارتان سرعت ببخشین، شما مسارعه کنین، شما پیشی کنین و از یکی دیگه که تیزتر بخواین که دیرا حرکت کنین. و برعلاوه در یک آیت دیگه خداوند میگوید و سابقو الى مغفرت من ربکم، شما مسابقه کنین با یکی دیگه در جهت بخشش گناهانتان. شما اگر با یکی دیگه هر نوع همچشمی دارین دمی را همچشمی کنین که بگوین زودتر کدام ما میتونیم که به طرف پروردگار خود حرکت کنیم، زودتر کدام ما میتونیم که زیادتر گناه ما هرچی زودتر بخشیده شود، زیادتر کدام ما و زودتر کدام ما میتونیم که دهی را اقدام کنیم و عمل کنیم، دهی را مسابقه کنیم با یکی دیگه، پیشی کنیم و تال نتین و موقع را از دست ندین که هیچ وقت آینده به صورت دقیق برای شما معلوم نیست و هیچ گارانتی و ضمانت وجود ندارد. هرچه زودتر از این رحمت پروردگار استفاده کنین. و در قسمت بعدی این آیات، قسمت سیوم این آیات، خداوند متعال پشیمانی های آینده چنین اشخاص را و بهانه هایشان را که باز پیش می کنند بیان می کند و چنین می فرماید: ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. ترجمه این آیات مبارک چنین است: مبادا که یک شخص باز بگوید که افسوس بر من که در برابر خداوند کوتاهی کردم و بیشک که من از جمله مسخره کنندگان بودم، و مبادا که یک شخص بگوید که اگر خداوند مرا هدایت می کرد من هم حتما از جمله اشخاص متقی و پرهیزگار می شدم، و مبادا که یک شخص وقت عذاب را می بیند باز در آن وقت بگوید که یک نوبت دیگه، یک کرت دیگه به ما چانس داده شود و بازوخ ما از جمله نیکوکاران حتما می شوم. در این آیات بس پر مفهوم و مبارک خداوند متعال بیشک پشیمانی های اینچنین اشخاص را در آینده و بهانه هایشان را که باز پیش می کند امیال پیش از پیش در این کتاب خود ذکر می کند و حقایق را در پیش رویشان امین آل قرار می دهد و برایشان اعلان می کند که یک روز حتما شما پشیمان شدنی هستین، یک روز حتما باز بهانه ها را پیش می کنید، یک روز حتما باز به حال خود افسوس می خورید و در آن وقت باز میگویید که ای کاش که کوتاهی نمی کردم،
ای کاش که به این گپا توجه میکدم، ای کاش که به مواقع مختلفه که خداوند به ما داده بود ما از او استفاده میکردم. و خداوند اعلان میکند که باز در او وقت شما اعتراف میکنین که راستی که ما راه حق را سرش خنده میکردیم و تمسخر میکردیم و به کسانی که برای حق میرفتن سر از اونا خنده میکردیم و تمسخر میکردیم و به این گفتارها خنده میکردیم و رشخند میکردیم این قسم گپارا و این قسم گفتارها را. در او وقت باز اقرار شما میکنین، خداوند میگه. و همچنان خداوند متعال بهانه های بعضی این اشخاص را که در آن وقت پیش میکنن در اینجا در این آیات یاد میکنند. از جمله او کسانی که باز میگن که اگر خدا ما را هدایت میکرد ما هم بندای خوب میبودیم، ما هم با تقوی و پرهیزگار میبودیم. یعنی نه تنها که ملامتی را سر خود نمیندازن، خداوند نعوذ بالله ملامت میکنن و میگوین که خدا ما را هدایت نکرد، خدا ما را به ای راه خود روان نکرد. اگر خدا میخواست که ما را هدایت میکرد ما روان میشدیم به ای راه، حتما ما هم پرهیزگار میشدیم. و اگر خدا میخواست حتما ما هم دیگه دمی راه درست روان میشدیم و حتما از راه غلط خود میبرآمدیم. و بهانه یک تعداد دیگر را خداوند ذکر میکند که باز اونا میگوید که برای ما همی یک چانس دیگه هم خود داده شود، یک کرت دیگه هم خود برای ما چانس داده شود که ما دیگه باز ببینی که چطور باز از جمله اشخاص نیک و کار میشیم، چطور باز کارهای نیک انجام میتیم. در قسمت آخر این آیات خداوند متعال جواب تمام این اشخاص را میدهد و چنین میفرماید: بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ترجمه این آیت مبارک چنین است: آره، حقیقت این است که آیات من به خودت آمد، نشانه های من به خودت آمد، اما تو آن را دروغ پنداشتی، خودت آن را رد کردی و تکبر کردی و از جمله کافران گشتی. بله، در این آیت مبارک خداوند متعال حقیقت را به چنین اشخاص بیان میکند که حقیقت تلخ این است که شما تمام چانس ها و مواقع را از دست دادید. و برایشان میگوید که چطور که آل افسوس میکنی، چطور که آل پشیمانی نشان میتی، چطور که افسوس و پشیمانی را در دنیا نشان ندادی، در زندگیت نشان ندادی، در وقتی که هر نوع چانس داشتی چرا در او وقت نشان ندادی، چطور که هیچ در او وقت به این توجه نکردی در حالی که آیات ما به خودت آمد، هدایات ما به اشکال مختلف برای خودت رسید، اشخاص مختلف به خودت یادآوری کرد و در آن وقت هیچ وقت پشیمانی نشان ندادی، حال پشیمانی نشان میدی. در آن وقت کاکگی میکردی و ایراره و ای هدایات سرش تمسخر میکردی، خنده میکردی، رشخند میزدی، حال میگی که متاسفانه، حال میگی که من پشیمان هستم، حال افسوس نشان میتی. چطور که آله میگی که مرا اگر خدا هدایت میکرد هدایت میشدم؟ آیا کتاب ما برات نرسید؟ آیا گفتار پیغمبر ما برات نرسید؟ آیا اشخاص نیک و خیرخواه و مسلمانهای خوب به پیش خودت نامد؟ هیچ چیز برات نگفت؟ چطور که آله میگی که اگر خدا هدایت میداد؟ و همینطور آنهایی که میگوین یک چانس دیگه برای ما بده، خداوند میگوید که آیات ما براتون نرسید. یعنی صدها دفعه برای شما چانس داده نشد، هزارها دفعه برای شما موقع داده نشد،
چطور که این مواقع طلایی را یکی پشت دیگه از دست دادی و به تأخیر انداخته رفتی و پس انداخته رفتی که برو باز یک وقتی که باز پیر شدیم، یک وقتی که باز زهیر شدیم، باز یک وقتی باز توبه میکنیم. ولی خودت میدانستی که این راه غلط است، ولی خداوند متعال حقیقت ذکر میکنه که تکبر خودت، غرور خودت اجازه نداد که خودت به حق تسلیم شوی. ولی تکبر و غرور کریشه اصلی و مایه اصلی گمراهی، کفر، نفاق و بدبختی انسانها است. در اینجا خداوند متعال به صورت مشخص به آن اشاره می کند که امی تکبر خودت خودت از راه حق دور ساخت، امی کاکگی خودت که هر دفعه که چون این صحبت ها را شنیدی گفته این رسه که دباره چی گپ می زنه، این دباره چی فکرها است، هر کس سرش رشخند کدی، هر شخص نیکی که در فامیلت یا در دور پیشت یا از دیگر مردم ها به پیشت آمد او را رشخند کدی، ادایات خداوند و تمسخر گرفتی، با گفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ توجه نکردی و با بهانه های مختلف خدا از پیروی و اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دور کردی و از پیروی از پیغمبر ما و آیات ما که از طریق پیغمبرم براتان روان کردم، نشانه های ما که از طریق پیغمبرم براتان روان کردم، بر علاوه کتاب قرآن عظیمشان، خودت آنها را همه را تمسخر کردی، رشخندی کردی و خود کاکه نشان دادی و خود مغرور و متکبر ثابت کردی. بله، این کبر و این غرور خودت امروز خودت تباه کرده، این کبر و این غرورت خودت به این درجه رساند که آل دیگه به عذاب خداوندی حتما مواجه میشی، آل دیگه برات راه نجات نیست. بله، در او وقت این گفتار، در او وقت ای حقایق گفته میشه. پس ای اموطن عزیز، ای خواهر و برادر گرامیم، اگر هر کدام ما و شما از راه حق دور شده ایم و به حق خود اسراف کرده ایم، به حق خود جور کرده ایم، ظلم کرده ایم، جفا کرده ایم و راه خالق خود را ترک کرده ایم، یا در این را تنبل شده ایم یا غفلت نشان می دهیم، بهتر است که هرچی زودتر به طرف او رجوع کنیم و ای کاش ما خودت هرچی زودتر اقدام کنیم و این موقع را از دست ندهیم و به طرف رحمت پروردگار خود رجوع کنیم، به طرف بخشش و عفو پروردگار خود رجوع کنیم و امیدوار باشیم که اگر قدم هایی را که خالق ما برای ما گفته او را برداریم، حتما بخشیده می شویم، حتما مورد رحمت پروردگار خود قرار می گیریم، حتما راه سعادت و کامیابی حقیقی را حاصل می کنیم، حتما خوشی درونی و خوشی همیشگی برای ما پیدا می شود. به که دعا کنیم که خداوند متعال همه ما و شما را و همه اموطنهای ما و شما را و همه مسلمانها را و همه انسانها را توفیق بدهد که به طرف پروردگار خود، به طرف خالق جهان هرچی زودتر رجوع کنند و از راه های غلط دست بردارند و از تکبر و غرور خود براین و خود بشکنانن یک ذره و ای راه حق بگیرن. خداوند متعال برای همه ما و شما در ای راه توفیقات مزید نصیب کند و همه آنهایی را که در راه حق و در راه دعوت انسانها به حق زحمت میکشن و جان فشانی میکنن، فداکاری میکنن و برای نجات اشخاص و برای نجات انسانها در این را قربانی می دهند، خداوند متعال آنها را و همه ما و شما را کامیاب و سرفراز و سربلند بسازد و جنت فردوس را نصیب همه ما و شما بگرداند.
آمین یا رب العالمین. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا.